بسم الله الرحمن الرحیم. نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی، تو ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی. سرتر به چرخ ساید نخوری فریب عزت، که همان کف غباری به هوا رسیده باشی. دوستان، برادران و خواهران، یاران همدل، سلام دارم. حسینی فطرت هستم از کانال کهکشان آگاهی، یکی از شیرین ترین، ماندگار ترین و روان ترین و آهنگین ترین و پرمفهوم ترین و انسان ساز ترین اشعار حکیم ابوالمعانی بیدل را حضور شما انتخاب کردم، با هم مرور میکنیم. ابوالمعانی بیدل سخن را اینچنین آغاز میکند: نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی. یعنی ای انسان، ای سالک، ای کسی که خدا باور هستی، عجب، غرور تو را از خود بی خود نکند. نمازهای شبانه، نوافل بهترین اعمال هست، اما در دام غرور نیفتی. نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی. فکر نکنی که من چند عمل عبادی کردم کار من شد تمام، من به الله، وصول الله را تجربه کردم. درست است که این مطلب در جان و در مرام دین هست و در مفاهیم عمیق دینی ریشه دارد که انسان می تواند واصل الله شود. یعنی انسان می تواند به تجلیات، به رحمات، به انوار، به فیوضات و به درجات بالای از قرب الهی نازل شود، نائل شود. این نیل به قرب الهی را وصول الله گفتن. در حدیث داریم امام حسن عسکری علیه السلام می فرماین: ان الوصول الله عز وجل سفر لا یدرک الا به امتطاع اللیل. اگر می خواهی واصل به سوی خداوند شوی، این سفری هست، پیمودنی است، رهروی است که شبها باید خلوت کنی، با خود مراقبه کنی، عبادت و زمزمه و انس با خدا داشته باشی. انسان میتواند وصول الله داشته باشد. نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی. اما هرگاه اعمال عبادی و حالتهای معنوی یافتی، در دام عجب گرفتار نشوی. نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی. تو ز خود نرفته بیرون و کجا رسیده باشی. تو اول خودت را از دام انانیت ها و خود برتربینی ها آزاد کن. هرگاه انسان آزاد شد از خود، اون وقت میتواند چنین احساس و چنین معنویت را زبان حالش شود. سرتر به چرخ ساید نخوری فریب عزت. ای انسان، لذات دنیا، قدرت، جاه، مقام، موقعیت ها، محبوبیت ها، محبوبیت اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، سود سرمایه و زر و سیم و سلامتی و شکوه و لباس و خانه و تخت و بخت زیبا تو را مست و مغرور و مدهوش نکند. سرت عرب چرخ ساید، یعنی همه تو را بسیار بالا بردند و تو را در حد آسمان بردند. سرت عرب چرخ ساید نخوری فریب عزت. فریب نخوری، نگه که من عزیز هستم، این عز و جاه و مقام تو را فریب دهد، که همان کفی غباری به هوا رسیده باشی. کفی غبار که پیادروها در بیابانها پیادروی میکنن، از زیر پای آبران پیاده کف و گرد و غبار و
بلند می شود به هوا می رود. ای انسان تو هم همینطور کفی غباری هستی که به هوا رسیده باشی. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. فریاد و سوز هست، آواز هست از عالم غیب، از عالم قدس، از عالم ازل، از عالم ماورای زمان و مکان که ای انسان چرا در دام افتادی؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. چه چیز تو را مغرور کرد و خداوندی که سراسر کرامت به تو نمود، چشم و گوش و هوش و حواس و ابرو و سلامتی و شکوه به تو داد. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. این بهترین سوره و بهترین چیزهایی که داری همه امانت اوست. سرتر و چرخ ساید نخوری فریب عزت که همون کف غباری به هوا رسیده باشی. به هوای خودسری ها نروی زره که چون شمع سر ناز تا ببالت ته پا رسیده باشی. میگه که مثل شمع هستی، شمع سر خود را بالا میکشد، میگه من بالا هستم، خود را بالا بالا شعله‌ور هست و در فضای غرور خودش دارد خود نمایی میکند، اما خبر ندارد که در همین سوختن آرام آرام به طرف ته ظرف سیر نزولی دارد. به هوای خودسری ها نروی زره که چون شمع سر ناز تا به بالا ته پا رسیده باشی. خودسری ها می آید سراغ انسان تا جایی که انسان احساس می کند خدای در کار نیست. بی نیاز از خدا انسان خود را بی نیاز از خدا احساس می کند، حتی منکر می شود، می گوید خدا یعنی چی؟ سر ناز تا به بالت ته پا رسیده باشی. زدن آینه و سنگت ز هزار سیقل اولا که به زشتی جهانی ز جلا رسیده باشی. برداشتی که بنده از این بیت دارم، البته این برداشت من شاید حق مطلب را ادا نکند، این است که انسان توبه کند. آینه به سنگ زدن این است که انسان توبه کند. یک از معانی آینه به سنگ زدن یا سنگ را به آینه زدن یعنی توبه کردن. خب شاید این معنا درست باشد که انسان توبه کند که به زشتی جهان زجلا رسیده باشه. کسی که رو به خدا میکند این سیقلی واقعی اونجا اتفاق میفتد که انسان باید از دام سراب و آغشته شدن به گناهان و غفلتها توبه نماید، آن هم توبه نصوح. خم طره اجابت به عروج بینیازی است. تو به وهم خیش دستی به دعا رسیده باشی. خم طره اجابت به عروج بینیازی است، یعنی اگر میخواهی که اجابت به دست تو بیفتد، اگر میخواهی طره اجابت به دست تو واصل شود، دنبال بینیازی برو. نگو خدایا من این خونه را میخوام، این ظرف را میخوام، این لباس را میخوام، اون موقعیت را میخوام. دنبال نیاز نرو، بینیازی را جستجو کن. بینیازی یعنی بینیاز شدن از تعلقات، آزاد کردن دل از تعلقات. بگم خدایا ما را از این تعلقات، از این محتاج شدن به غیر خودت، محتاج به این چیزهایی که ما را از تو غافل میکند، از دام اینها آزاد کن. به عروج بینیازی برسان خدای ما را به عروج بینیازی برسان، به سرزمین بینیازی معراج ده. الصلات معراج المؤمن. خدایا ما تو را میخواهیم معراج روح، معراج عقل، معراج قلب. انسان جان و روح و روانش شکوه بگیرد، فزونی بگیرد، روح انسان فربه شود، روح انسان خوراک قدسی یابد. وقتی انسان روح انسان خوراک معنوی یافت، عقل انسان خوراک نور گرفت، اون وقت دعای انسان قرین اجابت است. خم طره اجابت به عروج بینیازی است،
یعنی عروج کند قلب انسان به سوی بی‌نیاز شدن از اشیا، آزاد شدن. تو به وهم خیش دستی به دعا رسیده باشی، تا وقتی که در دام وهم هستی میگه خدایا منو این بدی آن بده، خوشی از این و آن حاصل نمی شود. همه تن شکست رنگم، مگذر ز پرسش ما، که به درد دل رسیدی چو به ما رسیده باشی. همه تن شکست رنگیم، شکست رنگ یعنی رنگ، آزاد شدن از رنگ. ما سراپا آزاد شده از رنگ هستیم، مگذر ز پرسش ما، یعنی ما را ضعیف و محتاج نپندار، که به درد دل رسیدی چو به ما رسیده باشی. به انسان مؤمن وقتی مواجه شدی، انسان مؤمن را ارج بگذار، احترام بنما. در آن صورت هست که درداش و نامی شوی، که به درد دل رسیدی چو به ما رسیده باشی. درد انسانهای دردمند و درداش و نام را درک کردن هنر می طلبد. هانه بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، خبر شوی از دردا، از دردهای بزرگ، دردهای مردان خدا. هانه بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی که راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هانه پسر بکوش که روزی پدر شوی. بروی سپند امشب سر و برگ ما خموشی است، امشب ما هوای خموشی کردیم، امشب ما در این عالم نیستیم، امشب ما هوای عالم دیگر کردیم، امشب ما از قید زمان و مکان بیرون زدیم، امشب با خود و خدا و با اون خود قدسی و خدایی خیش میخواهیم خلوت نماییم. بروی سپند امشب سر و برگ ما خموشی است، امشب خموشی را پیشه کردیم. تو که سوختن سازت به نوا رسیده باشی، تو که حرف داری، تو که سوز و نوا داری، تو راحت باش. اما من در وادی خموشی رفتم. علم خموشی علمی است قدسی، جان و جوهر عبودیت این است که انسان آشنا شود، روح انسان با علم خموشی. قلت الکلام، قلت الطعام، قلت المنام، کم خور و کم خواب و کم گفتار باش، گرد خود گردنده چون پرگار باش. روزها شبها تپیدن میتوان، عصر دیگر آفریدن میتوان. نه ترنمی نه وجدی، نه تپیدنی نه جوشی، به خم سپهر تا کی می نارسیده باشی. بله، اینجا میگه که نه ترنمی نه وجدی، نه ترنم نه وجد، نه تپیدنی نه جوشی، به خم سپهر تا کی می نارسیده باشی. انسان پخته شو، زمان کم است، وقتی تو در عالم به شدت تنگ است. نگه جهان نوردی، قدم ز خود برونا، که ز خویش اگر گذشتی همه جا رسیده باشی. نگه جهان نوردی. دوستان عزیزان دقت نمایید، من و شما پلک را که روی هم میگذاریم نمیتوانیم نگاه کنیم، پلک را که باز میکنیم نگاه هستیم. این نگاه یعنی اون نگاه کردن، این نگاه یک سیری است که از اینجا می رود تا دور دست ها، تا آسمان، تا کهکشان. نگه جهان نورد، ای نگه تو جهان را می نوردی، تو طی طریق می کنی تا کهکشان و تا آسمان ها می روی. نگه جهان نورد، قدم زی خود برون آ، ای نگه از زیر پلک ها، از خود برون آ، یعنی از این حصار حدقه و انبیه بیرون بپر. نگه جهان نوردی، قدم زی خود برون آ، ای انسان تو مانند نگاه هستی. نگاه یعنی یک چیزی است که یک از ابزارهای توست که اینطور طی طریق می کند. روح تو هزار مرتبه از چشم تو قدرت بیشتر دارد برای جهیدن و معراج، برای جهان نوردی، برای فراسوی جهان رفتن، فراسوی
عالم ظاهر رفتن، فراسوی زمان و مکان رفتن، نگهی جهان نوردی، جهان را می توانی بنوردی، قدمی ز خود برون آ که ز خویش اگر گذشتی، این پلک تا وقت این نگاه تا وقتی که در درون حصار چشم باشد خبری نیست، وقتی که این نگاه از حصار حدقه و چشم بیرون جهان را می نوردد، که ز خویش اگر گذشتی همه جا رسیده باشی، نگاه ما این سمت است، این سمت است، به همه جا می رسد، نگهی جهان نوردی، قدمی ز خود برون آ که ز خویش اگر گذشتی همه جا رسیده باشی. ای انسان خود پرست نباش، خودبین نباش، جهان انسانها دوستان بستگان را برای خودت نخواه، جهان را برای استخدام هوا و هوس خودت نخواه، بلکه خودت را برای خلق الله بخواه. ز شکست رنگ هستی اثری تو بیدلن بس که به گوش امتیازی چو صدا رسیده باشی. ز شکست رنگ هستی، رنگ هستی یعنی این ماهیت، این ظاهر زندگی، این رنگ هایی که بر دور ما تنیده است، این خوب است، این بد است، این لذت دارد، این شیرین است، این جهان زرق و برق و جهان رنگ رنگ، از این رنگ رنگ جهان رنگارنگ انسان عبور نماید، این رنگ ها بشکند پیش او کمرنگ شود، به بیرنگی برسد. ز شکست رنگ هستی اثری تو بیدلن بس که به گوش امتیازی چو صدا رسیده باشی. کسی که به رنگ بیرنگی میرسد، انسانی که از رنگ ها آزاد میشود، او فراسوی زمان و جهان میرود، فراسوی زمین و زمان میرود، صدای انسان آزاده در جهان میپیچد که به گوش امتیازی چو صدا رسیده باشی. آهنگ های قدسی، آهنگ خدا، آهنگ معنویت، آهنگ آزادگی در جهان میپیچد، انسان آزاد شود از تعلقات. خب دوستان، این برداشت بسیار ابتدایی بود، برداشتی که برای دوستانی که با اشعار و مفاهیم کلام و سخن ابوالمعانی بیدل آشنا نبودند، بنده کوشیدم که با کمک گرفتن از آیات و روایات مفاهیم معنوی این سخن را حضور شما ارائه نمایم. البته بیشتر از این می شود سخن گفت و بیشتر از این می شود برداشت های زیبا و لطیف و هنری و معنوی داشت که مجالش در این فرصت کم نیست. سخن مردان خدا سخنی است که از روح انسان ها و از نیاز انسان ها سخن میگوید، از ذات و از جان و از جوهر انسان سخن میگوید. رسالت انسان، فلسفه خلقت انسان، فلسفه زیستن و نفس کشیدن انسان را مطرح میکند. سخن از بهتر شدن من و شماست، سخن از نورانی تر شدن من و شماست، سخن از خدایی تر شدن من و شماست، سخن از آزاد شدن من و شماست. جا دارد که مفاهیم اینچنین را انسان نه یک بار گوش کند، نه دو بار، بلکه بار بار گوش کند، بلکه بعضی کلامهای که انسان را بیداری می دهد و توجه می دهد شایسته است انسان آویزه گوشش نماید، تبدیل به یک نوع ذکر عقلی نماید، یک نوع خوراک معنوی. دعاها خوراک روح انسان است، نماز و عبادت که تا وقت انسان زنده است خوراک روح آدمی است، تا وقت انسان زنده است بدن انسان نیاز به غذا و اکسیژن دارد، روح انسان نیاز به ذکر و تأمل و یاد خدا دارد. برای همین است که باید کلام های خدایی را و کلام هایی که از جنس مفاهیم قرآن و معنوی است انسان بار بار بشنود. ببینید چه کلام زیباست، نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی.
تو ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی؟ سرتر به چرخ ساید نخوری فریب عزت، که همون کفی غباری به هوا رسیده باشی. به هوای خودسری ها نروی زره که چون شم، سر ناز تا به بالت ته پا رسیده باشی. نه ترنمی نه وجدی نه تپیدنی نه جوشی، به خم سپر تا کی می نارسیده باشی. نگهی جهان نوردی قدمی زخیش برونا، قدمی ز خود برونا، که زخیش اگر گذشتی همه جا رسیده باشی. باری دوستان، کلام را اینجا به پایان میبرم. شما دوست دارم که از شما هم بشنوم، چون فضاهای اینچنین میتواند نظر شما را برای من انعکاس دهد. اگر دوست دارید برنامه های اینچنین بنده داشته باشم لذت میبرید، اعلام نمایید تا بنده بیشتر به فکر مطالب اینچنین باشم. اگر پسند کردید لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاسگزارم. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.